هیچ کس هم نیجه باشه. آخه نبا توی من میگه که میگه آخه مردی آخه تو کی هستی در جلسه؟ آخه مگه تو برای چی که دوده؟ تو در جلسه یکی از شاگردان که در نهایت بی‌معرفتی تمام زحمات آن از بین برد رفت برای یه نفر فقط به دلیلی که اون یه نفر بهش روکوا بوده بود و چهارصد آنه بهش بوده بود حسن من گفته که این آقای نجمی اگر کسی از شاگردش بده پر کسی که ناراحت میشه دینر جوجه به من محبود تو خوش بینی من خوشحال میشم که شاگردام همه تو مرتبه بازار ببینن مرتبه باید بدونی از کجا داری به کجا میری نفس رفتن تو به من اعتماد داده باید بدونی از کجا داری به کجا میری و تو نفهمیدی تو ساختمون پنجاه طبقه رو ندیدی ولی یه آلونک زیر پله که تازه اونم تحت تاثیر این ساختمون ساخته شده اونو دیدی فقط به این دلیل که 400 من توی پول داده چون کاپ داده خب بیا من بهت 800 تومن خونه دانشو مگه نفهمی پس این دفعه من بهت 800 تومن میدم تو باشه که من میدم حالا بزن من تدیر کن این از عدم بینش تشکر میگه خب بعضی هم میگن آمرزی شما چیلی باستاز نمیزنی یه شخصی گفته میزنیم که میخواه بگیم میخواه بگیم بلند سر بزنیم همین خواست بگیم ندادش بگیم ما آردمونی بخیم علکمون ما بخیم ما با تمام کسان که این روزا صاحب نام هستن زدیم 17 تا نوار داریم بیا خودم بهت میدم حالا دیگه موقعش که من این تنباک به عنوان یک ساز تنها منتها تنها خواننده‌ای که در نظام موسیقی رو درک کرد من چی میگم صدیق تعریف بود خودم آقای تعریف این وقت دلخونش من باید میزنم دوست دارم اعتراف بدارم ولی من میخوام به این تنباک یک ارزش جهانی بدم بعد خاطر میبوسم باید میزنم ولی تا اون موقع با تو بودی نمیزنم تعریف این مسئله رو تعریف ولی همه خاندان میگم نه بابا این خودش میگیره خودش لوس کرده نه این نیست من میخوام این تنباک رو خواننده چند سال پیش گفته بود که ما بیمارستان بودیم گفت از تو بعد پس کرد گفته بود که نوازنده که مهم نیست که همه من نمیشناسن خب من گفتم که برش پیغام بدم گفتم من به عنوان یه تومنه ها جابطه میدم ببین تو تنهایی برو مستقی بسیار مستقی اصلا دستقایت من نیست من فقط به عنوان یک شنه منم واقعا اون کار بالاست دستقایت من نیست تو تقیه برو بسن هم از ما خوشیلتری هم خوشتیلتری هم صدا خیلی بشنده به دردنه نمیکشه میگه خب آقا سازت کن صندوقت کن تنبکت کن پیانوت کن ولی من طور دو ساعته نیم روی این صندلی میشونم که از من نپرسی آقا خواننده و سازت کن مبازه به حرف زدن باش پات از گلیم دراسه نکن تا چه کسی باش بله هستن نوازندگانی که واقعا بدون تو به ماتنن اما هستن نوازندگانی که اگه با تو بیان به ماتنن ما تنبک و تنهایی برای رو صحنه تمام توحید هم تحمل میکنیم ولی به این ساز ارزش جهانی داریم میدیم حالا تو نمیفهمی که برام پیغام داد میپذیرم از تو میپذیرم یعنی چی این از کسی نمیپذیرم حالا کسی کسی به اتفاق اومد دیگه زامل کسی که نیستم که بعضی تک نمازی ببینید خانم آقای رو بیشتر ارزش تنبک نواز ارزش هر سازی به تک نوازیش شما در تمام دنیا کسانی رو به نام میشناسید که در تک نوازی هستن یهودا بنوهی دیوید استراخ پابلو کازاس و بقیه تک نوازی دنیایی است من در کتاب اول توضیح دادم تنبک نوازی سه بود داره تک نوازی دو نوازی و دو نوازی فرق میکنه با تار باشه با سنتور نوازش هست و گروه نوازی که باز فرق میکنه با گروه ارکستر سازه زنده میشه یا سازهای ملودیک تک نوازی در یک کلام دو چیز میخواد تار قدرت و پول ظرافت تکرار میکنم تک نوازی دو چیز میخواد تار قدرت و پول ظرافت تار و پود غالی تار و پود قدرت و ظرافت بعد زمن این کار هم باشه یعنی اول باید به قول معروف شاعر باشی بعد به قول شامل بری ادبیاتو بشناسی بعد وقتی چیزی به ذهن بیاد در قالب کلمات بریزی شاعر باشی بلباتگی فقط بس ادبی قافیه جور میکنی همونکاری که ابراهیم صفا کرد پس اول باید این کاره باشی که تو نیستی پروفسور تومن تو این کاره نیستی به زور زدی ممکن بود نوره کش بشی ممکن بود جهران بشی نمیدونم برای این کاره نیستی بعد اون وقت بعد از اینکه به ذهنت رسید اون وقت در قالب پود ظرافت و تار بود حالا شما اما توی نشون این شاهکار بود که پروفسور سمبوله گفتم غرض شخصی ندارم خودش نمیفهمه من دوستشم دارم حتی نمیخوام تنبک نواز همکار من به جایی برسه که
مرد اول سنتور هر وقت دلش بخواد آقا رو بیاره، هر وقت دلش بخواد مثل دستمال حایز بدوزدش تور. این به من توبینه، خودش میفهمه مشکل خودش مشکل من نیست، کجا من میفهمه چیم که از احواز باش رو اومده. این اونج شاهکار پروفسور در 30 سال پیش بود که من در زیباشناسی یعنی در زیباشناسی رد کردم دیگه وای مانا رو گیرم. یه دنه باشه من گفتم به خاک برسد مکنه یه اون بدون وزو زن بودم